هر سرزمین یکیست. تا پخش میشه روحیه میده. این کارا هم هر روز شما پخش کنید، روحیه بگیرید، روحیه بدید. افشین فروتن. بیا با هم حقیقت تاریخمون رو بگیم، از خرد شدن تمدن ظلم شریعت رو بگیم، و ثابتون این که 1400 سال پیش کشتند و بردند به حکم قرآن و الله و دین، از حمله مردمی که با دروغ و تزویر کشتند و شادی سر دادند با هلهله و تکبیر، از هم قسم شدن عمر و ثقفی مفنا، جنگ جسر و دریده شدن اعراب از فهنا، از محمد و اسلام دین صلح و دوستی، نقشه مرگ ایران با فکر سلمان فارسی، از خیانت مزدوران و خود فروشان پارس، از دعای کمه قاتل بیگناهان پارس، بگیم از شرایط ایران و از خائنی، هم به جهادی که داده شد به شهوت مسلمی، بگیم که طبق فتوا به حیات سوره فرقان به فکر فتح ایران و جهان بودند و دام، تبلیغات فاشیستی اعراب به زبان دین، بهش بود ایران برای هر بادی نشون، از یورش اعراب تبرستان و سمرقند گندم آسیاب کردن با خون مردم دربند، از قتل عام مردم بیگناه کردستان، حدیثی از صادق که اینا جنن نه انسان، از سوختن کتابخانه ها خدای فهم و شعور سوخت، به دستور عمر قرآن شد کتاب منصور، بگیم از دور کردن دانشمندانی چون رازی، از فردوسی بزرگ ناجی زمان فارس، از نصیحت علی به خلیفه مسلمین عمر که تو ایران کشتشی اسلام میشکنه از کمر، بگیم از سیف الله عزیز و نور چشم پیامبر، 70,000 ایرانی و کش با الله و اکبر، آسمون و قم گرفت کوچه ها شد پر از میت، به زنان تجاوز کردن بچه ها شد سید، زن کنیز و مرد اسیر و بچه شد غلام، ایرانی از تخت و کوچه به عرب گفت سلام، غارت و خرابی تیزبون مدائن فتح الفتوح، کشت و غارت کرد و برد ابن وقاص ملعون، از علی بگیم که گفت بعد فتح مدائن شوکت عجم شکسته شد با این فتح و قنائن، سهم امیرالمؤمنین شد انگشتر یزدگرد، فرش بهارستان و پاره کردن توی مسجد، علی خطال عرب و قبیله بنی قریظه، کسی که عبدالبد و به نامردی زد تو جنگ با نیزه، نماز خوندن تو مدائن به حکم ابن وقاص، مثل خمینی که نماز خوند تو خاق سعدآباد، جنگ حسین و یزید بر سر مال بود، سر هر حلاج راستگو بر سر دار بود، امان خواست قبل جنگ از یزید، در عوض قتل عام کنه مردم تبرستان و حسین شهید، در خطبه گفت آقا و سربر از تبار قریشه، حق ایرانی بردگی و حق اعراب عیشه، سوره توبه شد تشویق دشمن تا قادسیه، تا به امروز دستشون تجاوز به خاک پارسیه، مردان رو کشتند و زنانشون رو قسمت کردند، دست و پای مبارزینی چون بابک رو قد کردند، فیروزان باشرفی که مسلمون شد به ظاهر، عمر تو مدینه کشت اون یار پیغمبر جابر، شهید یعنی خرمدین و فرخزاد و صفاری، لعنت به تو تاریخ جعفر طیار و پاس میداری، سال دهم هجری و دروغ یعقوبی و ملا، دست قنائمی که تو قدیر خم شد ولی الله، حقایق طبری و واقعی شده کذب و خزیان، دروغ مجلسی و یعقوبی حجت مثل قرآن، دستکاری کردن دین بی آبروی وحشی، شیعه‌گری و ادعا که پاسبان عرشی، بگیم از آخوند مفخر شیعه صفوی، مسجد قصری جامکران و پسر نداشته عسکری، زهرا و حسین و علی شدن نماد ایثار، عدل علی جدیه و سربریدن و چوبه دار، ثواب یعنی مرده پرستی و ساختن امامزاده، تکذیب و توهین به تاریخ 7000 ساله ما، قادسیه دوم انقلاب 57 خمینی، قتل عام مخالفین و خون برای نهضت حسینی، دزدان ناموس شدن به حکم دین طلایه دار، لعنت به دین و رهبر و بنیان این استثمار. عزیز، مدت هاست که ما مطرح کردیم که این سید علی فرزند خودش مشتبه رو برمان جانش معرفی کرده، روز میبینم که همه رسانه این رو مطرح کردن، موجب خورسندیست که یک حرفی که زده میشه، مطلبی که بیان میشه، انعکاس جهانی داره برای دراز مدت، ولی شما استیم به این بیاندیشید که چگونه با توطئه های استعمار و به ویژه این یارو بتونید مبارزه کنید، سال هاست که این بچهش همه کاری و مملکته، برای همینه که مملکت به نابودی رفته و بازی داره به شما میگم که دارم شوهرم بازی میدم، نذارید یه بچه که تا شما صداشو نشنید چه جور حرف میزنه، از من خوب میشناسم شما نمیشناسید، یه بچه که صداشو نشنیدید داره الان چند سال رهبری میکنه، بعد میخواد ایران 7000 سال رهبری کنه، ارتش کاری بکنه. مشتبه، بله
مشتبار دارن برای شما رهبر میکنن. یه کسی که صداش نشنیدین، من این بچه بود میامد دفتر پیش من، 7-8 سالش بود مشهد، خونهشون با خونه من کوچه اشکان تا چهارراه خسروی که هتل من بود میامد، 150-200 متری بود، مصطفی میامد پیش من. ولی این بچه که میامد اصلا حرف نمیزد، حرف اصلا نمیزد، چون بعضی از من پرسیدن میگن آقا ایشون گنگه منگه. نه گنگ نیست، ولی حرف نمیتونه بزنه، لکنت داره زبونش، سرش هم همیشه پایین، مثل الان که بینید سرش همیشه پایینه، سرش پایین. مادرش میگفت بچه ما خجالتیه، منصور خانم خجسته باقرزاده، میگفت بچه ما خیلی خجالتیه، یک مسعود رجوی بشه. آخه اینا همه هوادار سازمان مجاهدین خلق بودن، خود خامنه ای گرفته تا خانوادهش، نه هوادارای سازمان مجاهدین خلق بودن و دلش میخواست که این مجتباش یک مسعود رجوی بشه. حالا برنامه که دیختن اینا که مسعود رجوی ها رو واسه سازمان رو بکشن، چون برای عملی که تا یه کاری میشه میگن آقا این پومپو اون یارو که رفت سیبیلیا، این پومپئو ای وزیر مجاهدین خلق اونجا، اینا دارن زمینه سازی میکنن برای یه قتل عام. بارها گفتم باید مواظب باشید، چون اینا الان به این نتیجه رسیدن که آقا این آمریکا هر رئیس جمهوری بیاد اینا میگن مجاهدین خلق وزیر خارجه اینا برای اینا میذاره. حالا مشتبه کسی که نمیتونه حرف بزنه و با هر کی شما دیدینش سرش پایینه، سرش پایین، جز با این ژان رونو. ژان رونو رو میشه از این ژان رونو، این ژان رونو هنرپیشه فرانسوی است، دوست دختر جب دو شستی شانزلیزی ما بود سابق، عمری گذشت، میومد بعض وقتا اونجا بود میگودم ژان رونو از محله ما دوست دختر گرفتی و کختیه میگه محله ما، باش میخندیدیم. حالا این ژان رونو میدونین تو ایران کیه؟ که همین آقای وحید حقانیان دیگه، این دوبل همان دیگه، اینا وحید حقانیان. نگاه کنین اینجا وقتی با وحید حقانیان هست داره معلومش رو داره اینجا رو باش صحبت میکنه، چون این با آدم های باباش هم خیلی درگیره. بعد هم یکی رو استاده خودش رو باید حذف کنه، کسایی که بالا نشین بودن نسبت به این، اینا رو باید حذف کنه نباشن. مثل با یزدی هم که شنیدین از استاداش بوده، او صدیقی امام جمعه تهرونه دیگه، امام جمعه تهرونه، پخم عبداللهی نیست. گفت آقا اولی میدونین که تو خونش غسلش دادن، چون ختنه نشده بود، چون این تقیه گیوچی با عنوان مصباح یزدی اینا انگلیسی بودن، بابا بزرگش کاموا وارد اصلاحات و صادرات میکرد، کاموا، و یکی دیگه از فامیل امواش تو نجف بود، باز دست نشانده انگلیسا بود، و خود این 8 ماه میره انگلستان دوره میبینه، تو 8 ماه که میره انگلستان میگه ما رفتیم نجف رفتیم. اسمش گیو، فامیلش گیو شارلی بوده، بابا بزرگش گیو شارلی، مثل آمولی ها که باباشون که مرد اون چشای نامین خوشگل انگلیسیه، انگلیسی هن اینا بابا. حالا یاره انگلیسی هن گوشته بودن، چون با خواب مشتبه میخواد رهبر بشه، استاهاش اگه باشن که نمیتونه رهبری کنه. میدونین چرا؟ چون او یارو که از تو سنش بزرگتره، او یارو که به توی الف به یه چیزایی یاد داده، تا آخر آن خودتورش خوردو میبینه خودش بزرگ، خوردو یعنی کوچک. همین مشکل با شاهزاده رضا پهلوی بود. من بارها بهتون گفتم شخصیتی بزرگی مثل تیمسار نعیمی، حسن نعیمی، چون دیگه تشم ندارن، تیمسار دیگه، اینا میادن دفتر پیش من اعتراض، آقا ما با شاهزاده اونو گفتیم، اینو گفتیم، گفتم آقا تو خب گوش نکرد، حقته که گوش نکنی. چطور؟ گفتم تو که نباید فکر کنی یه بچه ولیعهد قدیمه که محمد رضا شاه به شما میگفت به این درس بدید، اونو درس بدید، آموزش بدید، این الان خود شخصیتی داره، اندیشه و فکر و تفکر، شما باید از اون تبعیت کنید، شما میگه بهش راهنمون میدین. البته الان اینجوری شده که همه دیگه کوچیک بزرگ تا شاهزاده رضا پهلوی میبینن که سهله، دارم پایین کمانت هم براش میذارم آقا این کارو بکن، آقا اون کارو بکن، آقا فلان، برام یه تفری میذاره میره میگه آقا ول کن ناره، همه دارن نظر میدن. خب شما یه بار نظر اونو گوش کنید، همه به چشم یک ولیعهد میبیننش که کوچک بوده، همه بهش یه چیزی یاد بدن، بعد نه که عادت شده بزرگان و کوچیک و بزرگان. حالا هم یارو که میخواد رهبر بشه، چند سال هم از داره رهبری میکنه، چند سالی داره رهبری میکنه، و ولی زمینه رو داشت میساخت. همونجور که ببینید
در فلسفه میگه مثال بزن تا طرف خوب بفهمه. تا مثال بزنم شما خوب دوزاری یا جا میفته. ببینید یارو که یهو نمیتونستم بیان بگم